درود بر شما با 180 ثانیه یه دوشنبه 22 خرداد ماه ما رو همراهی کنید. یک روز پس از انتشار خبر کشته شدن پویا ملایی راد، پسر عموی ماه منیر ملایی راد، رسانه‌ها و افراد حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی هجمه شدیدی علیه خانم ملایی راد، مادر کیان پیلفرک، به راه انداختند و حساب توییتری نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، در متنی خانم ملایی راد، مادر کیان را بسترساز اصلی کشته شدن یک مأمور انتظامی معرفی کرده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی انتشار چنین توییتی را به معنای برخورد احتمالی با ماه منیر ملایی تلقی کردند. پس از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در روز گذشته، امروز دوشنبه بازنشستگان شرکت مخابرات نیز تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات از جمله در مرکز استانهای خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و همینطور کرمانشاه برگزار شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی آزادی صمدی و لیلا بلوکات، دو بازیگر سینما و تلویزیون را به دلیل کشف حجاب محاکمه می‌کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشته است برای خانم صمدی پس از احضار و بازجویی به دلیل جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب قرار جلب صادر شده است. خانم بلوکات هم به علت کشف حجاب و انتشار تصاویر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی قرار جلب برایش صادر شده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه نظام اسلامی، به گزارش‌ها درباره مذاکره میان ایران و آمریکا در مسقط واکنش نشان داد و آن را تایید کرد و مدعی شد این مذاکره مخفیانه نبوده است. وی همچنین با اشاره به مذاکرات درباره آزادی زندانیان گفت این رخداد می‌تواند در آینده نزدیک رخ دهد و جمهوری اسلامی در انتظار نتیجه دهی گفتگوهاست. پردیس سینمایی ملت در تهران به دلیل قطع آب توسط سازمان آب و فاضلاب تعطیل شده است. روابط عمومی مؤسسه تصویر شهر با تایید این خبر گفته دیروز سازمان آب نه تنها آب پردیس سینمایی را قطع کرده، بلکه ماموران سازمان بخشی از لوله‌های آب سینما را نیز بریده و با خود بردند.